له له الدفع الآخرة وهو الحكيم الخبير. يا له ما ربي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج بيها وهو الحكيم الخبير. چطوری جوان؟ خواهش میکنم، چی اومدی؟ والا ما دیشب اومدیم، کارامون رو راستوریز کردیم و دوباره برگشتیم تهران دیگه. اون رفقاتون کجا؟ خبری ازشون نیست، خیلی پرسجو کردیم. خب؟ ولی هیچ خبری ازشون به دست نیوردیم. یعنی چی؟ شاید زندان باشن، شایدم، شایدم اعدامشون کرده. خدا نکنه، خدا نکنه. اینا بچه های با ایمان و با جروزه این کیمیان گیر نمیان. اختیار دارید شما. والا ما اولش که اومدیم گراس رفتیم چاپخونه. خب بعد آقای عباسی گفتن که شما یا مسجدی یا برای نهار میرید کافی شم شد. راست میگه معبولا من میام مسجد، اگه پول داشته باشم بعد میرم کافی شم شد نهار میخورم، نداشته باشم میرم چاپخونه خیال میکنم نهار خوردم. اما الان پولمندم، شماها رو هم که دیدم خوشحال شدم. نهار که نخوردید؟ مزاحم نمیشیم آقای مینوی، غرض دیدن شما بود. نه نه این حرفا رو نداره، میریم با هم نهار میخوریم. من دلم میخواد راجع به قوم کاشون برام یه خوش صحبت کنم. حتما. یالا کاشون اون برا چه خبر بود؟ حالا اوضاع کاشون خیلی خرابه. صد رحمت به این سربازهای اجنبی، پاسپونا و ژاندارمای خودمون به بهانه اینا ریختن زندگی مردم رو دارن قطع و غارت میکنن. یعنی هیچ کی نیست جلوی این ظلم رو بگیره؟ جلوی این نشافات رو بگیره؟ نه آقا، بعض شهرهای کوچیک خیلی خرابه. ما تو این دو ماهی که اونجا بودیم شاید تقریبا 10 تا 12 بار شبا دزد زدن به اطراف شهر. یعنی از دم دزد در اومدن؟ پلیس، ژاندارمری، امنی همه؟ خیلی آدمای خوبی هم توشون بود، ولی نمیتونن کاری کنن. البته دارن سعی میکنن یه جوری وضعیت شهر رو جمع جور کنن، ولی خب وضعیت مردم خرابه، مخصوصا آزوغش روز به روز هم بدتر. حالا میخوای چیکار کنی؟ والا همون کار سابقه ادامه میدیم. 5-6 تا جوون دور خودم جمع کردم. پول اصلاً هم به اندازه کافی داریم. ادامه میدیم. شما تحت تعقیبی. شناسایی میشین میگیرم میکشمتون. چاره ای نداریم. ولی باید بیشتر احتیاط. بازم میخواین سربازای اجنبی رو بکشین؟ شما مورد بهتری رو سراغ داریم. کشتن اینو فایده نداره. شما اگه بتونین کل گنده تر سرهنگی سرتیپی سرلشگری آدم کل گنده فایده داشته باشه، بفرمایید. الو آقا جلال. سلام عمو جان، چی شده باز این وقت روز یاد ما افتادی؟ عرض کنم به حضورت که یه کار کوچیکی داشتم. در خدمتم، ولی زودتر بگین بعد برم دادگستری. ایشالله که خیره. جلال جون دو تا درخواست داشتم. اول یه مجوز میخوام برم ملاقات سرپاسمختار، بعدشم پزشک عملی. با این دو نفر چی کار داری؟ میدونین که ممنوع الملاقاتن.
خب منم به همین دلیل به تو مراجعه کردم، ولی خودم خیلی کارا میکنم. بسیار خوب. ولی یادتون باشه که هیچ نوع مصاحبه و خبر صورت نگیره، وگرنه بقیه ژورنالیستا سرازیر میشن طرف زندان. خیالت راحت باشه، این کارو نمیکنم. بعدم میخوام اگه موافق باشی آگهی بدم به روزنامه. در مورد چی؟ در مورد اینکه هر کسی که از مقامات سابق نظمی شکایتی داره، به اینکه بهش ظلم شده، بهش تعدی شده، املاکش گرفتن، احتیاج به یه مشاوره حقوقی مجانی داره، بیاد سراغ من. اگر پروندهش محکمه پسند بود میتونستم بیاد پیش تو، اگرم نبود یه جوری ردش میکنم بره. اینجوری هم کارای تو ثبت میشه، هم دخالت و فضولی های من به نتیجه میرسه. شما همیشه متخصص پیشنهادهای عجیب و غریب هستی عمو جان، ولی خب پیشنهاد خوبیه، قبول. بعدن دربارش حرف میزنیم. در مورد ملاقات زندانی ها با سلطانزاده میتونید هماهنگ کنید. متشکرم جلال جان، خیلی ممنون، قربونت برم، خداحافظ. باز نام سلام آقا. سلام. سلام. سلام قربان. سلام. ایشون آقای مینوی مشاور حقوقی هن و خبرنگار، میخوان یه چند کلمی با شما صحبت کنن. آقا به دادم برسید، من کاری نکردم، به پیر، به پیغمبر کاری نکردم. باز داره این کولی بازی در میاره. احمدی ساکت. خفه. برو سر جات، برو سر جات. چشم آقا جو. خب اشمان جان، من میرم به این اتاقای دیگه یه سری میزنم و کار تموم شد برمیگردم دنبالت. چشم. بفهمی؟ چشم. بفهمی دایی دکتر؟ چشم. اسم چی آقا؟ نوکر شما هست. نوکر من؟ میگم اسم چیه؟ حسین قلی فرچی تبریزی قربان. چی کاره بودی؟ قربان بازپرس در اداره آگاهی. بازپرس و مستنطق نه؟ برای چی آوردنت اینجا؟ به اتهام مشارکت در چند قتل. قتل چی؟ قربان من بیگناه، باور کنه من بیگناه. عقیلی پورو، عباس شیش انگشتی و مقدادی تمام قتل رو انجام دادن. باور کنی من گناهی ندارم، باور فرض گناهی ندارم، من بیگناهم، خدا شاهده من بیگناهم. خب گریه نکن، گریه نکن. تمام کشتاره رو انجام دادن، من بیگناهم، باور فرض من بیگناهم. خیلی خوب. خدا شاهده. گریه نکن. البته اینا که تو اسپوردی من نمیشناسم، من این آقا رو میشناسم خوب. فکرم نمی کنم که گناهی داشته باشه. دکتر شهرت تو سر تا سر ایران گرفته، چران تا چران. عجب شهرتی. حتی تو دهکوره ها، تو درغوزآباد هم مردم میدونن که تو چه آدم بیگناه و خوب و عاقلی هستی، چه طبیب خوبی هستی. والا همش بهتان، دروغ، افتراز. هیچ کس رو گیر نیاوردن، تمام کاسکوس ها سر کچل من شکسته شد. آقا جان من تمام عمرم نماز روزم ترک نشده، مگه میتونم آدم بکشم، قاتل باشم؟ ببینم، من شنیدم که تو سرش کردی زیر لاف، نه؟ راست چه بگو؟ استغفرالله. آقا جان کی من این حرف رو زدم؟ چرا تهمت میبندی؟ اون از دخترش که با حقه و کلک منو به دام شرطه ها انداخت، اینم از شما.
مگه شما جریده نویس نیستید؟ مگه دنبال عدالت نیستید؟ آقا چرا از من سید فلک زده بدبخت بیچاره دفاع نمی کنید؟ من انداختید اینجا که زش کشم کنید؟ خدا خدا من هیچ طورید نمیشه. دکتر من تحقیق کردم، گفتم شما وقتی که اقدام به کار خداپرستانات میکردی و میخواستی آدم ها رو بکشی، گفتی خدایا به نام تو، بعد مریضتو معالجه میکردی، درسته؟ اونا غلط کردن، به قبر پدرشون خندیدن. آخه من چه گناهی کردم که اینجوری بهتون بهم میزنی؟ آقا جان بترسید از خدا، خدا ازتون نمیگذره، از روز قیامت بترسید. حالا من میخوام یه معامله باهات بکنم. اگه آدم باشی گوشاتو وا کنی ببینی من چی میگم، خیلی به نفعته. چه معامله ای آقا جون؟ اگر تو سرگذشت خودت رو از اون وقتی که مادرت تو رو زاییده تا حالا برای من درست حسابی تعریف کنی و دروغ نگی، من هم میتونم تو دادگاه خیلی کارا برات کنم، خیلی کمکت میتونم بکنم. چه کارایی؟ ببین الان نمیتونم بگم، ولی من عقیده دارم، به عقیده من معتقدم که درسته. تمام تقصیرها رو نباید بندازن گردن شما، مقصر اصلی یا کس دیگه است. منم همینو میگم. خب منم همینو میگم. قربون دهنت، من دو ماهه دارم همینو میگم. تمام بدبختی‌ها رو انداختن تو گردن من. خیلی خوب، پس قرارمون همین. آخه من یه آدم معمولی بودم، فقط بدبخت شدم رفتم توی زندون قصر خدمت کنم. ببین تو رفتی تو زندون قصر خدمت بکنی، رفتی فعالیت پزشکی بکنی، من نیست؟ بله، همین شده سند بدبختی آقا جان. قرار نبود کلک بزنی ها، قرار بود راستش به من بگی. من بعدنم میام پیشت. حالا واقعا میخوای سرگذشت پزشک احمدی رو چاپ کنی؟ حقیقت رو بگه؟ آره بعید میدونم از دهن این پلیدک حرف راست در بیاد. سر منو نمیتونه کلا بذاره، اولین دروغ ما چی میگیرم؟ تازه کجای همچین دیوونه پیدا میشه که آدم سرگذشتش بنویسه؟ ببینم، مگه نمیخوایم بریم اتاق مختاری؟ نه نمیریم. چرا؟ آخه مریض احوال بوده بردنش مریض خونه، البته به نظر من تمارض کرد. خدا نکرده که خوب میشه. تتوشو در میارم. بفرمایید. باز کن. سلام علیکم. سلام. راجع به شرایط دادگاه و مشکلاتمون من با وزیر صحبت کردم، پیشنهاد شما رو هم مطرح کردم. در مورد استری کردن دادگاه؟ بله. آقای وزیر از جارجنجال‌های بعدش میترسه. وضعیت کشورم طوری نیست که بشه این دادگاه را سری اعلام کرد، خصوصا با این حجم شکایات. با این طریق مشکل میشه پای شاه سابق رو از حیطه دادگاه بیرون کشید. خواه ناخواه سررشته همه امور میرسه به شخص شخیصه ایشون. به هر حال باید من و شما مراقب باشیم. من از شهربانی تقاضا کردم که تعداد پاسبان‌های مأمور مراقبت رو دو برابر کنم. ورقه ورود به سالن هم
همون روز داده میشه. اینجوری از ورود یک تا آدم های مزاحم و پر درد سر جلوگیری میشه. وضع قوانین به عهده شماست و اجراش به عهده شهربانی. منم سعی میکنم در حدود مقدورات اجازه ندم پای اشخاص متفرقه به محکمه باز بشه. ولی باید تکرار کنم این دادگاه غیر قابل پیشبینیه. آقای سرپاس مختار در استنتاقات اولیه همه اتهامات رو به عهده شاه سابق گذاشته. گفته من فقط مأمورم. شاه دستور میده. مشکل اصلی همینه. هر کس گناه رو میندازه گردن دیگری. راپورت مأموران شما تکمیل شده؟ هنوز خیر. چند مورد جدید پیدا شده که داره دربارش تحقیق میشه. آخرین شکایت سلمان اسدی، برادر نایب الطوریه سابق آستان قدس رضوی که سال 1314 تیرباران شد. عامل اصلی این کارم دو نفر بودن: پاکروان استاندار سابق خراسان و نوایی رئیس شهربانی منطقه. البته فعلا دستور بازداشت پاکروان رو صادر کردم. خب پس یار نوایی چی؟ در مشهد ازش تحقیقات میشه. هر وقت پرونده تکمیل شد بهتون خبر میدم. ملاحظه میکنید آقای دکتر؟ بله، چه کثافتی. این نون سیلوه. من نمیدونم شما چه نونی میخورین، ولی اکثر مردم تهران از این نون تغذیه میکنن. این نونیه که مثلا دولت به مردم میده، ولی ببینید پر از آشغال و کثافته. 70% کسایی که به ما مراجعه میکنن بر اثر مصرف این نونه. به هر حال بعضی که دوچارش هستیم، چه کار میشه کرد؟ ولی اگه قرار باشه که ما فقط به مریضای نون دولتی سرویس بدیم که از کار خودمون باز میمونیم. جواب بقیه مریضا رو کی باید بده؟ من که نمیتونم برای نون این مملکت تصمیم بگیرم خانم دکتر تبایی. من فقط مسئول بیمارستانم، همین. ولی میتونید که رسما به اطلاع هیئت دولت برسونید. ببینید آقای دکتر، الان در تهران بیماری‌های پنهان خیلی شایع شده. اگه یه روز این بیماری ها از حالت کمان در بیاد و همه گیر بشه، هر روز صدها نفر به ما مراجعه میکنن. جواب اونا رو چی باید بدیم؟ ما باید بیمار وبایی و تیفوسی رو در اولویت قرار بدیم یا مصرف کننده های بدبخت این نونو؟ شما فکر میکنید هیئت دولت نمیفهمن که این نون باعث مرضی مردم میشه؟ یعنی تعمدی در این کار دارن؟ هیئت دولت از همون نونی میخوره که سربازای متفقین میخورن. اونا نمیفهمن نون سیلو یعنی چی. باید بهشون یادآوری کرد. ببخشید آقای دکتر، در 15 تا مجروع آوردن مریض خونه. یه سرباز انگلیسی و پاسمان هم ریختن اینجا. چی شده سرکار؟ دعوا شده. شما پرستاری؟ نه، پزشکم.
ببخشید به جانه این بردن. اشکالی نداره. دعوا سر چی بود؟ سر نون. نون؟ بله، جلوی نونوایی متفقین دعوایی شده. بلوایی شد این روز محشر. چی شد که اون اتفاق افتاد؟ سر گرسنگی، سر حق کشی. دم نونوایی متفقین اتفاق افتاد؟ بله، دقیقا همون اطراف. یه دفعه نونوا گفت نون تموم شده. همه عصبانی و گرسنه بودن و بی اختیار دم نونوایی متفقین صف کشیدیم. اون همه نونوای خوب و تازه واسه سربازان اجنبی پخ میشد، همه را انداخته بود به حول بلا. یهو طاقت از همه رفت، چند نفر داد و فریاد کشیدن و فوش دادن به سربازان متفقین و دولت ایران و حمله کردن به طرف نونها. چرا که اون چیزو بس میکنم بهتر از این در میاد. خوبه چاپم. آقا. آی میری، مگه شما میخواهید دارالمکانه درست کنید؟ نه. یه دو مردم بهشون ظلم شده، ستم شده، پدرشون رو درآوردن. لابلای قانون گیر کردن، نمیدونن چیکار کنن. به اینا میخوام کمک کنم. خدا به طول عمر بده آقا ان شاء الله. آقای مینوی، تلفن با شما کار داره. چه؟ آقای جمشید دماوندی. سرداست دوزو. روزی طول کشید تا برگرده به وضع اولش. من اجازه نمیدم کسب و کارم بی خودی تعطیل بشه. شما آقای فیروز رو نمیشناسید؟ نه. پسر ارشد نصرت و دوله فیروز؟ نوه فرمان فرما؟ خوشبختم آقا. حالا منظور از این ملاقات چیه؟ قرار از این آگهی شماست که به روزنامه دادیم. خب بله، اگر شما شکایت دارید شهر بارید شکایت کنید. ولی نیازی به شما ندارم، چون خودم وکیل هستم و به اندازه کافی از حقوق مطلعم. شما باعث کندی روال دادگاه میشید آقای مینوی. با این آگهی ها پای هر آدمی رو که یه چک از فلان پاسبان خورده باشه به دادگاه باز میکنید. اون وقت در این حجم وسیع پرونده ها حرفای اصلی گم و بور میشه.
همه حق دارن به عدلی عارض بشن. حرفای همه مهمه. شما فی مثل ماجرای قتل پدر منو با شکایت یک بقال در فلان روستا یکسان فرض میکنی؟ البته که خیر. اگر پای هر کس و ناکس به این دادگاه باز بشه این محاکمه طولانی میشه، خیلی بیشتر از حد انتظار. اون وقت از هدف اصلیش هم باز میمونه. اگر در محاکمه فقط قضیه آدم‌های مهم مطرح بشه، چون اونا به دستور مستقیم رضا شاه کشته شدن، زودتر میشه به اصل مطلب که همان محاکمه یه شخص شاه رسید. در حالی که آدم‌های معمولی اغلب قربانی پاسبان‌ها و افراد رده پایین شهربانی شدن، محکومیت فلان پاسبان دردی را دوا نمی‌کنه. باید اصلکاری را محاکمه کرد. به به، باریکلا چه استدلال محکمی. آقای وکیل، یک ملتی قربانی استبداد شاه شدن، همه حق دارن در محاکمه شرکت کنن. دادگاه ملک تلق چهار تا آدم مشهور نیست. قانون اگر قانون باشه فرقی بین سلطان و رعیت نمیذاره. عرب ببری آدم های مشهور و کله گنده خودشون جز ظالمان. تیمورتاش، خزعل، سردار اسد، پدر شما. این دادگاه برای محاکمه امثال پدر من نیست. مقامات سابق شهربانی و شخص شاه باید محاکمه بشن. دیوان کیفر نباید اجازه بده شما با این آگهیاتون حجم پرونده را افزایش بدین. الان به اندازه کافی شکوایی در دست دارن. شما برید این رو به دیوان کیفر بدید. من برای کارم مجوز دارم. اگرم نداشتم همین کارو میکردم. فرض از دعوت تو به اینجا حل و فصل دوستانه مطلب بود مینوی. وگرنه برای مراجعه به دادستان دیوان کیفر نیازی به مشورت با تو. من هر کاری که به نظرم درست باشه انجام میدم. به هیچ کفم باش نمیدم. ضرر میکنید آقای مینوی. من چیزی ندارم از دست کنم. شازده من که خدمتتون عرض کرده بودم آقای مینوی آدم یک دنده ایه، ولی من ازش خوشم میاد. ولی حیف که حاضر نیست با من کار بکنه. به درد تو ژنرال کوپال میخوره. اتفاقا داره میاد. سلام ژنرال، حالا چطور؟ ازت خیلی خوش آمد. نصیحت منو اجرا کرد. کدوم نصیحت؟ پارسال که از آبادان میمادیم تهران، در حقیقت من داشتم درد میرفتم، ایشون بهش فرار میکرد، توی قهوه خونه نزدیک شهر ری توقف داشتم. صحبت از فروت شاه. من به ایشون گفتم که ژنرال اربابت داره میره، فکر یه ارباب تازه باش. توی راه خیلی برای هم شوخشون کشیده. نه من تونستم تو دار بزنم، نه تو تونستی من آویزون کنی. در حقیقت هر دومون راجع به اوضاع اشتباه میکردیم. اشتباه میکردیم. تو مطمئنی همین کافه هست؟ آره، محسن نشونشو داد. میگم اون سرهنگ انگلیسی باید همینجا باشه. ماشینش جلوی کافه هست. این خراب شده که تعطیل میشه. حدود 2 صبح. هنوز چند ساعتی وقت مونده. تا 2 صبح یعنی ما اینجا بایستیم؟ گیر مامورا میفتیم. شادم زودتر بیان بیرون. نگاه کن، نگاه کن اینجا این کار خودشه. آره، زود باش تا سوار نشده زودتر دختاشو بیاریم.
کرد. از جاتون تکون نخورید. زد؟ نه خیلی قربون بسیاری لپتو پارش کردم ولی زبون باز نکرد. این سگ جون وضعش رو برا کنید، باید تحویلش بدید. چی قربون؟ کمپ انگلیسا، خودشون میدونن چی بارش کنید. آقای عبدو. سلام آقای فیروز. سلام، داشتم میومدم دفترتون، باید با شما صحبت کنم. بذاریم برای یه وقتی دیگه، من با وزیر قرار ملاقات دارم. در مورد دادگاه شربانی؟ بله، فعلا که اتفاقا منم در همین مورد باید با شما صحبت کنم. اگه حرفتون تا دم در تموم میشه من در خدمتم، ولی بذاریم برای بعد. شما آگهی آقای مینوی رو در روزنامه و در دیوار شهر ملاحظه کردین؟ در چه مورد؟ در مورد جمع‌آوری اسناد کسانی که بر علیه شربانی شکایت دارن. بله، با منم مشورت کرده، هیچ کار خلافی اتفاق نیفتاده. ولی اگه قرار باشه هر کسی به دادگاه شکایت بکنه که نصف مردم ایران باید عارض بشن، اون وقت این محاکمه سالها طول میکشه و تازه از هدف اصلیش هم باز میمونه. اولا این که هر کس حق داره، البته با داشتن سند و مدرک، شاکی باشه. دوما این که به زعم شما هدف اصلی محکمه چیه؟ محاکمه رضا شاه. نه خیر، اجرای عدالت. حالا اگه شاه سابق هم مجرم باشه علیهش اقامه دعوا میشه. منشأ تمام فسادها رضا شاه بوده، تمام جنایتها به دستور اون صورت گرفته. شکی نیست که منشأ اعمال شهربانی و ارتش و وزرا و وکلا شاه سابق بوده، ولی ما باید در مسیر قانون حرکت کنیم، وگرنه فرق ما و رضا شاه چه خواهد بود؟ هر کس هم احساس کنه که شهربانی سابق بهش ظلم کرده، حق شکایت داره. یعنی مسئله پدر من که به دستور رضا شاه کشته شده با اون شخصی که در فلانده یک سیدی از پاسبان ده خورده یکسانه؟ نه خیر، مسئله یکسان نیست، ولی حق شکایت برای هر دوی شما محفوظه. اگه خیلی حرف دارید باید بیاین دفتر من. فعلا خداحافظ. دیرم چا پلا بود دوریت چا پلا کلاوات بود بوسن آقا بزیم آبرموزا فارب تبا بود نمست کلا با آزو بتاقه. من که ترچی بلد نیستم داد میزنی که چی شده؟ باشی حسن آقای مینوی، بابا این هم این تمام کارا را سیاه چاپ می بابا منم به موزیک خفته بابا بزیم آبرموزا فارب تبا بابا همو بیزن ایراد دوتو بوسن آقا بیچاره لیف بزی بابا. یعنی اینکه آدم باید کار کنیم چرا این به هم پیله میکنیم؟ بسنم آدم اینا چرا سیاه میشه؟ آقا ماشین بلبونه بیش خرابه. ماشین بلبونه بیش خرابه یران من دیگه زد، ماشین تباب خرابه. سن پیشتر بزن، ایش خواهی قیمی زد، یران دیگه زد. آقا این همیشه با من لجه. چی رو لجه؟ من سندن لجم، من سندن لجم، سندن لجم، من سندن لجم، من سندن لجم. سن اشتر بزن، سن اشتر بزن. بسته! بسته کاره، ماشین خاموش کن.
آدم هم این قدر چینی؟ بیره از یاب آدم هایی افتادیم ها به سنگ میپرم هم برسه کارت چشم آدم هم این قدر بیره از یاب آدم هایی افتادیم ها سلام آقای مینمی سلام کجا بودی؟ مرکب گرفتن جناب محرم علی خان رو تو راه دیدن داشت میمد اینجا باهاش اومدن اون چرخ تیار ببین چشه برو اونجا ببین میتونی درست کنی؟ چشما سلام جناب آقای محرم علی خان ممیز کل کشور تشکر اینم جیره امروز شما سغور سغور حالت خوبه؟ الحمدلله شکر میگم تو همه این مجلات و روزنامه ها رو میخونی یا شانسی که به یکی گیر میدی اختیار داره جناب مینوی ملاحظه بفرمایی ده برابر اینش هم که باشی چاکی را پسش بر میاد باری کن آقای اوک بیدانه چایی محرم علی خان دگته تشکر آقای خان سلام عرض دیدم سلام علیکم کیف احوال سهور تشکر خبری مجله رو که میدی بی حرف پیش انشالله فردا قالمون نذاری ها این سرمایه مردمه باید برسه دست مشتری البته جناب مینوی اگرم توقیف بشه مقصر خود صاحب نشریه است میدونید چی من بارها به حضرت عالی گفتم به بقیه دوستانم عرض کردیم مطلبی که میخواد چاپ بشه اول باید ممیزی بشه قبول دارین چی اونش دیگه حواستون جمع باشه. باشه هستن آقا من دارم. تشکر. بگو خان تازه دم ده. خیالون راحت هستون. چخ ممنون. سهار. بله. من که بعد کسی را نمیخوام. نمیخوام که. چاکر مأمور است و معذور. اینیست که باید مواظب باشیم. شما هم همینطور باید مواظب باشیم. بله. محرم میخواستم یه سوال ازت بکنم. بلا غیرتن راسو حسینی جواب منو بده. اگر محرمانه نباشی چشم محرمانه نیست رئیست کیه؟ رئیس ممیزی کل اون بالا یه ضعیف است یه باجی امریکایی به نام میسکوک کجا هست؟ وزارت داخله هست؟ وزارت فرهنگه؟ البته وزارت داخل است حالا مینوی جان چی کارش داری؟ میخواستم روی ماهش رو ببینم وجیه هست سایه عالی مستدام امر فرمایشه سلامتی دابست شما آبی چخ ممنون